هندوی گرامی، بعضی میشنیم که با دیگران توصیه میکنن با موسیقی گوش ندهید، ولی اکثریت توافق بر این دارن که موسیقی غذای روح است و باید روح خود را با شنیدن موسیقی تغذیه کنیم. موسیقی تأثیرات بسیار مثبت بر روی روح و جسم انسان می‌گذارد. گوش دادن به موسیقی برای هر فرد لازم است و می‌توان گفت که همان طوری که جسم به تغذیه نیاز دارد، روح نیز احتیاج دارد که تغذیه شود. تغذیه روح موسیقی است. موسیقی باعث انرژی گرفتن روح و ذهن افراد می شود. امروزه افسردگی یکی از شایع ترین مشکلات در تمامی کشورهای دنیا است. راهکارهای بسیاری برای درمان این موضوع وجود دارد. یکی از این راهکارها گوش دادن به موسیقی است. اما اینکه چی موسیقی با چی موضوعی را گوش دهیم، نکته است که در این مطلب به شأن آن پرداخته می شود. افسرده اید، آهنگ غمناک گوش کنید. شاید عجیب به نظر برسد، اما محققان ژاپنی متوجه شدند گوش دادن به موسیقی ملایم و غمناک می تواند به کاهش علائم افسردگی کمک کند. به نظر می رسد گوش دادن به این آهنگ ها باعث یادآوری فیلم های رومانتیک و یا حوادث می شود که در نهایت احساس شادی را در انسان افزایش می دهد. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از مردم از گوش دادن به موسیقی ملایم لذت می برند. متوجه هستید؟ از گوش دادن به موسیقی ملایم. موسیقی غمگین احساسات متناقض را در مغز ایجاد می کند. با اینکه احساس غم و ناراحتی در زندگی روزانه چندان برای روحیه ما خوب نیست، اما تجربه غم از طریق هنر و موسیقی امید به زندگی را افزایش می دهد. زیرا در این حالت هیچ استرس و نگرانی زندگی ما را تهدید نمی کند. به همین دلیل ما می توانیم بدون تجربه کردن احساس افسردگی از غم و اندوه نهفته در موسیقی لذت ببریم و در نهایت رضایت بیشتری از زندگی خود پیدا کنیم. گوش دادن به موسیقی آرام و غمگین حتی می تواند باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی و بهبود سلامت و افزایش رضایت در زندگی مشترک شود. خب، مطلب شنیدیم بیندای گرامی. حالا به طور مثال ما برای شما یک از پارچه ها را انتخاب کردیم، شاید 7-8 دقیقه باشه، بیخبر از جار و جنجال های دنیا و جنجال های روزگار. فقط 8 دقیقه از وقتتون را بگذارین، فقط به می نوای موسیقی گوش کنین و تأثیرش خودتان در وجودتان پیدا کنید. جاودان شاد باشین و غمهای زندگی از شما دور باد. زندگی زیباست و باید زیبایی های زندگی را ما و شما تجربه کنید.